حالا که این روزا صحبت از ریمیک بازی رزیدنت ایول کد ورونیکا بین طرفدارای این فرانچایز زیاد شنیده میشه، گفتیم شاید بد نباشه نگاهی به فکت ها و ایستر اک های جالبی که تو این بازی وجود داره بندازیم. عنوانی که به گفته شینجی میکامی، خالق فرانچایز رزیدنت ایول، کاملا شایسته این بود که یه عنوان شماره دار اصلی تو فرانچایز باشه. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شما ایم با فکت های جالب درباره بازی رزیدنت ایول کد ورونیکا. یه وندینگ ماشین تو بازی دیده میشه به نام ولنتاینز روسو که اشاره یه به جیل ولنتاین و داریو روسو، یعنی همون مردی که در ابتدای بازی رزیدنت ایول 3 خودشو دو کانتینر زندانی میکنه و به جیل میگه ولم کن و برو. به گفته یه داریو روسو، اون دخترشو تو این حادثه از دست داده. تو یه ورژن از بازی رزیدنت ایول کد ورونیکا، استیو و مدل موهاش یه جورایی شبیه لیوناردو دیکاپریو، بازیگر برجسته هالیوود، طراحی شده و احتمالاً کپکام به خاطر همین و برای جلوگیری از شکایت‌های ناشی از کپی رایت، قیافه استیو و مدل موهاش رو تو بعضی از نسخه‌های دیگه بازی عوض کرده. تو قسمت از بازی کلر ساب ماشینگانش رو به استیو میده و استیو داوطلبانه میره تا مسیر کلر رو از زامبی ها پاکسازی کنه و شما تو اون بخش از بازی کنترل استیو رو به دست میگیرید. اگه قبل از پاکسازی زامبی ها برگردین، کلر بسته به شرایط دیالوگ های متفاوتی میگه که بعضیاشون بامزه است. What's wrong? Cold feet? You still have plenty of ammo. You don't have to worry about holding back. You're not done yet. Do you want me to take care of this for you, little boy? کپکام علاقه داره اشاره ها و رفرنس هایی به فیلم های سینمایی تو بازی هاش بگنجونه. یکی از این نشانه ها اشاره یه به فیلم ریترن آف د لیوینگ دد 3، یعنی اونجایی که کلر با دانشمند شرکت آمبرلا روبرو میشه. تو کامپیوترایی که تو بازی دیده میشه، اشاره هایی به کاراکترای بازیای دیگه رزیدنت ایول دیده میشه. مثلا یه جا تصویر هانک رو میتونیم ببینیم و در جای دیگه تصویر چشم ویلیام برکین، دانشمند آمبرلا که تبدیل به هیولا شده، به چشم میخوره. همون تصویری که تو بکگراند منوی اصلی بازی رزیدنت ایول 2 هم استفاده شده. در جای دیگه جیل ولنتاین از بازی رزیدنت ایول 3 رو هم میشه دید. این احتمالاً باید یکی از عجیبترین و تصادفی ترین ایستر اک ها تو تمامی بازی های فرانچایز رزیدنت ایول باشه و معلومم نیست که سازنده هایی که داشتن رو بازی کار میکردن چه هدفی ازش داشتن. شاید واقعاً واسه شون خنددار بوده باشه یا سعی میکردن فشار کاری رو با اینجور چیزا از خودشون کم کنن. قضیه اینجوریه که زمانی که بازی رو با حالت بتل مود میبرین، میتونین یه نوشته یا نامه یا جورنال مخفی پیدا کنین که کسی گونو نوشته داره در مورد دختری قرمز پوش که احتمالا منظورش کلر ردفیلده و همچنین مردی با موهای طلایی که احتمالا منظورش آلبرت وسکره و یه مرد دیگه با جلیقه مشکی که احتمالا منظورش کریس ردفیلده صحبت میکنه. اون تو نامه به طور مستقیم از شخصیتهای بازی نام نمیبره و به نظر میرسه که اونا رو نمیشناسه و فقط از دور اونا رو دیده. اون در ادامه نامه اتفاقاتی که منجر به شیوع ویروس تو جزیره راکفورد، یعنی همون جزیره‌ای که بازی رزیدنت ایول کد ورونیکا توش اتفاق میفته میشه رو توضیح میده و همچنین تو اون نامه میگه که شاهد اتفاقات کلیدی بازی مثل نبرد با تایران تو هواپیما و نبرد کریس و وسکر بوده. در ادامه متوجه میشیم که این نامه رو کی نوشته. با توجه به نشانه هایی که تو جای جای بازی میبینیم، مثلا اینجا یا اینجا یا اینجا یا اینجا یا اینجا، میتونیم متوجه بشیم که اون نامه متعلق به یه موش بوده که در تمام این مدت شاهد این اتفاقات بوده. واقعا معلوم نیست که سازنده ها چی از سرشون گذشته که چنین چیزی رو تو بازی گنجوندن، یا شاید هم در حالت عادی به سر نمی بردن.
تو نسخه دریمکست بازی رزیدنت ایبل کد ورونیکا و تو بخش بتل مود بازی اگه وارد یکی از اتاقایی که تو تصویر میبینیم بشین و اگه از لای شکافی که وجود داره یه نگاه بندازین میتونین رودریگو رو ببینین که اون پشت بدون حرکت و کاملا ثابت ایستاده و به شما خیره شده. رودریگو همون شخصیتیه که در ابتدای بازی رزیدنت ایبل کد ورونیکا وقتی توسط مامورای آمبرلا دستگیر و به جزیره راکفورد منتقل میشین مسئول نگهبانی از شماست و ظاهرا آلوده به ویروس هم شده و یه سری قرص هم مصرف میکرده که تموم شده و منتظره که مرگش فرا برسه. جالبه که اگه شما قرصی که رودریگو احتیاج داره رو براش پیدا کنین و براش ببرین اون ازتون تشکر میکنه و یه لاک پیک یا قفل باز کن بهتون میده. تو بخش بتل مود بازی رزیدنت ایبل کد ورونیکا شما میتونین با همه کاراکترها بازی کنین، حتی کاراکترهای شخصیت منفی مثل وسکر. نکته جالبی که درباره این بخش وجود داره اینه که یه سری انیمیشن حرکتی بامزه و فام برای هر کدوم از کاراکترها تو بازی طراحی شده. مثلا وقتی کلر ردفیل به منطقه‌ای میرسه که هواش به شدت سرده چنین حرکتی میکنه. وقتی وسکر به اتاقی میرسه که یه مجسمه آناتومی بدن یعنی همون که تو پزشکی برای آموزش ازشون استفاده میشه دوش قرار داره، با دیدن اون مجسمه عینکش رو ور میداره و با دقت بهش نگاه میکنه. کریس دو تا انیمیشن داره، یکی وقتی که به یه آینه و روشویی میرسه و موهاشو جلوی آینه مرتب میکنه و اون یکی وقتیه که میخواد یه آیتم رو از درون یه مجسمه ور داره ولی در عوضش دستشو با اون مجسمه میبره. باسی تو بازی وجود داره به اسم نوسفراتو که کلر باید باهاش مبارزه کنه. بسته به اینکه شما چجوری و با چه اسلحه‌ای اونو از پا در میارین، کاتسین مرگ نوسفراتو در حالت‌های مختلف متفاوته. مثلا اگه با اسنایپر اونو از بین ببرین، اینطوری میمیره. و نهایتاً اگه با چاقو خلاصش کنیم اینطوری از پا در میاد. جالبه که بدونین تو بازی رزیدنت ایول کد ورونیکا اشاره هایی به یکی از فیلم های فیلمساز بزرگ تاریخ سینما یعنی آلفرد هیچکاک هم به چشم میخوره. در جریان داستانی که تو بازی رزیدنت ایول کد ورونیکا روایت میشه با کاراکترهای زیادی روبرو میشیم که دوتاشون در واقع خواهر و برادری دوقلو هستن که طی جریاناتی و به طور مصنوعی به دنیا اومدن. اسم برادر آلفرد اشفورد و اسم خواهر الکسیا اشفورده. الکسیا برای انجام آزمایش‌هایی روی ویروسی جدید خودش رو درون یک کپسول ویژه حبس کرده و باید مدت زیادی رو تو اون کپسول بگذرونه. از طرفی وقتی کلر به عمارتی که این خواهر و برادر توش زندگی می‌کنن میرسه، به نحوی متوجه میشه که آلفرد نقش خواهرش رو با گریم کردن خودش به شکل اون بازی می‌کنه و در واقع تظاهر می‌کنه خودش و خواهرش یعنی دو نفر تو عمارت حضور دارن و کلر در تمام این مدت فقط با آلفرد صحبت میکرده و خبری از الکسیا نبوده، چرا که همونطور که گفتیم الکسیا تو این مدت تو کپسول بوده و باید این مسئله مخفی میمونده. که این داستان اشاره‌ای داره به فیلم روانی اثر ماندگار آلفرد هیچکاک، جایی که شخصیت اصلی فیلم با تغییر قیافه خودش رو به شکل مادرش در میآورده و تظاهر میکرده به همراه مادرش زندگی میکنه و در ادامه مرتکب قتل‌هایی میشده، مادری که مدت‌ها پیش مرده بوده. نامگذاری کاراکتر آلفرد اشفورد بی‌شباهت به نام کارگردان فیلم یعنی آلفرد هیچکاک نمیتونه باشه. راستی ما داستان بازی رزیدنت ایبل کد ورونیکا رو قبلا تو کانال گذاشتیم که میتونین از طریق لینک‌هایی که تو دیسکریپشن همین ویدیو هست داستان اون بازی رو ببینید. اگه به این سبک ویدیوها علاقه دارین و دوست دارین بازم همچین محتواهایی تو کانال بذارین، نظرتون رو با ما تو بخش کامنت ها به اشتراک بذارین. راستی با لایک کردن ویدیوها و سابسکرایب کردن کانال کمک زیادی به بهتر دیده شدن ویدیوها و همچنین رشد کانال میکنین. امیدواریم از این ویدیو خوشتون اومده باشه.